مهیم سرخوش فعال سیاسی و حقوق بشری از استکهلم همراه ما شده. آقای سرخوش، چه جزئیات بیشتری میدونیم از قتل امام جمعه خاش و اینکه تو این شرایط این چه پیامی داره؟ ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد با هیئتی که فرستاد به بلوچستان که مولوی عبدالحمید رو دور بزنه و با برخی از روحانیون تماس‌های برقرار بکنه. این از جمله روحانیونی بود که منتقد بود به جمهوری اسلامی و عملکرد و خصوصا تیراندازی‌های اخیر در جمعه خونی زاهدان و خاش. به همین دلیل این رو درو بودند روز پنجشنبه. فیلم‌ها هست، فیلم‌هایی که در اون کوچه‌ای که ایشون رو بودند با ماشین و بعد جسدش رو پیدا شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتیش از جمله اطلاعات سپاه و سپاه میخوان رو وحشت بندازن در درون روحانیت اونا و خصوصا اونهایی که همکاری نمی کنند که بهشون قیم پیام برسونند. اگر همکاری نکنید به سزای اعمالتون ما رو خواهیم رساند و سرنوشتی مثل این مولوی رو خواهید داشت. ما شاهد تعدادی به مولوی نقشبندی در راست داشتیم در این ماهای اخیر، بر تعدادی برله خود آقای مولوی عبدالحمید. بنابراین کار خود رژیم، کار کسی دیگر نیست و نزدیکان این مولوی گفتند که ایشون نه دشمن به اصطلاح خصوصی داره، نه با کسی خصومتی داره و 100% کار رژیم این قتل. البته ایران اینترنشنال به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه که قاتلان حالا چه کسانی بودند. اما آقای سرخوش، یک نکته مهمی هم که این روزها در سیستان و بلوچستان بهش خیلی توجه میشه این هستش که خب با اینکه با تیربار اومدن و در اون جمعه خونین مردم رو کشتن و خود حکومت هم تصدیق کرد این موضوع رو، و امروز ما شاهد بودیم که باز هم مردم به خیابان اومدن بعد از نماز جمعه و اعلام حمایت کردن از مردم ایران و همینطور تسلیت گفتن به خاطر اعدام محسن شکاری در تهران. این نگاه و این همبستگی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، جنبش طبیعتاً بلوچستان رو نمیشه جدا از جنبش کل سراسر ایران بررسی کرد و این همبستگی بین تمام اقشار مختلف جامعه، چه از هر قومیت و ملتی باشند، این هست. این به اصطلاح یکی از نتیجه های این انقلاب که مردم رو به هم نزدیک کرد بر علیه دشمن مشترک جمهوری اسلامی. و خود آقای مولوی عبدالحمید هم اعدام محسن شکانی رو در نماز جمعه امروز محکوم کردند و مردم هم پلاکارد‌هایی هم کردند که دال بر محکومیت این اعدام جوان محسن شکاری بود. برای مردم فرق نمی‌کنه کدوم ور دنیا، کدوم ور این جغرافیا کسی رو اعدام می‌کنن، ازشون حمایت باید بکنن. ممنون از توضیحات شما، مهیم سرخوش فعال سیاسی و حقوق بشری از استکهلم.